یکی از موضوعی که خیلی شما عزیزان استقبال کرده بودیم و من راجبش یک کوچولو صحبت کرده بودم جلسات گذشته و خواستین یه مقدار بیشتر چیزایی بگم که کمک کنه برای, برای مفاصل هست و اشخاصی که خب یا آرتروز دارن البته آرتروز هم نوعی خیلی مختلف داره و حتما به تحت نظر پزشکتون باشین ولی داروهایی که میدن خیلی با احتیاط اونها رو استفاده کنین یا سعی استفاده نکنین به خاطر اینکه ضررش خیلی بیشتر از منفعتاش هست و یکی از ضررهای بزرگش این هستش که روی دستگاه گوارش ما اثر به خیلی منفی میذاره و به خصوص که آرتروز یک رابطه مستقیم با دستگاه گوارش ما داره کاری که میتونید به صورت طبیعی بکنیم خب اگر وزنتون بالای سر کنیم وزنتون بیارین پایین ها به هر طریقی که شده حتما وزن بیاریم پایین اگر که سخت برای خودتون به تنهایی این کارو بکنین حتما با یک متخصص تغذیه تماس بگیرین که کمک بشین به خاطر اینکه هر چقدر وزنتون بیارین پایین اون فشار روی مفاصل بسیار کمتر میشه سعی کنین از مواد لبنیاتی و لب مواد قندی هم حتما حتما از عزیزانی از که آرتروز دارن دوری کنین به خاطر اینکه شکر سفید و جانشینان شکر سفید و اون هفت سم سفید خیلی اثر خیلی بدی میتونه روی مفاصل بگذاره و تا اونجا که میتونین از اونها دوری کنین چیزی که میتونه کمکتون کنه البته لبنیات به هیچ وجه نخورین به خاطر اینکه اون رسوبات کلسیومی لبنیات یکی از مهمترین عوامل به وجود اومدن رسوبات روی مفاصل هست که برای کسانی که سنشون بالاتره به صورت آستیو آرترایدیس خودش رو نشون میده جینجر و یا زنجفیل و یا زنجبیل یکی از بهترین چیزهایی هستش که میتونید در رژیم غذاییتون اضافه کنین زردچوبه که یک ماده ای داره در درونش به نام کورکومین خیلی شناخته شده است و ثابت شده که برای بسیاری از موضوع های سلامتی مفیده شامل انتای اکسیدن ها و انتای انفلمتور خیلی زیاد یعنی موادی درش هستش که ضد التهاب و ضد سرطان و غیر حتما حتما زردچوبه رو چه حالا آرتروز دارین چه ندارین جزو رژیم غذایی روزانتون بکنین مطمئن باشین که مصرف آبتون حتما زیاد باشه یکی دیگه از چیزایی که کمک میکنه به آرتروز ولی جلوگیری از آرتروز و یا بدتر شدنش مطمئن باشین امگا های مختلف به بدنتون برسه مهمترینش امگا 3 هستش ولی ما امگا های خیلی زیادی داریم امگا 5 داریم 6 7 9 12 15 و 17 که البته اکثرا فقط امگا 3 و یا شاید امگا 6 هم میشناسن و بعضی امگا 9 هم میشناسن ولی سعی کنین که به هر حال از نظر فدی یعنی چربی های اسیدی و مفید چربی های مفید تا اونجایی که میتونین در بدنتون باشه درست مثل اینکه روغن کاری کردین این لوبریکیت میکنین این مفاصلتون و غیره مصرف کافئین الکل و داروهای اوورد دی کانتر یعنی داروهایی که توی همه جو بدون نسخه پزشک میگیرین سعی کنین تا اونجایی که امکان داره مصرف اونا رو کم کنین اگر سیگار میکشین سیگارتون رو حتما سعی کنین کم کنید یکی از مهمترین چیزایی هم که میتونه بهتون کمک بکنه مطمئن باشین که لول ویتامین دی تون چقدره یعنی سطح ویتامین دی تون رو اندازه بگیرین به خاطر اینکه آرتروز ثابت شده که یک رابطه بسیار مستقیم با کمبود ویتامین دی داره این چند تا کار رو انجام بدین بعد اگر باز بیشتر احتیاج به کمک داشتین حتما با یک متخصص تغذیه تماس بگیرین که کمکتون کنه